آقا چرا ماشینم دود سیاه ازش خارج میشه؟ علت خروج دود مشکی از اگزوز ماشینمون چیه؟ دوستان میدونستید اگر دود کردن ماشین رو رفع نکنید بعد از چند ماه خرج موتوری رو دستتون میذاره؟ پس افتخار بدید تا آخر این ویدیو با ما باشید، چون که قرار دلایل اصلی دود کردن ماشین رو خدمتتون عرض کنیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت رفقای نازنین خودمون از تعمیرگاه برق خودرو حاجیان خدمت شما ایم. امروز میخواییم در مورد دود سیاه یا دلایل دود کردن ماشین نکات مهمی و خدمتتون عرض کنیم. رفقا خروج دود سیاه از اگزوز ماشین شما مهمترین علامت بدسوزی موتور ماشینتونه. این دود سیاه معمولا در حالت سلو و در حالت درجا خیلی خودشون نشون نمیده، مگر اینکه دیگه اوضاعش خیلی خراب باشه. ولی در اکثر مواقع بدسوزی موتور زمانی خودشون نشون میده که شما گاز بدید. وقتی یک گاز محکم بدید میبینید که ماشین دود سیاه میکنه. این بدسوزی یک علامت مهم دیگه هم داره و اون اینه که دورور ماشینتون مخصوصا سمت اگزوز ماشین احساس میکنید بوی خامسوزی میاد یا بوی دود میاد. اگر صبح ماشینتون رو استارت زدید و توی پارکینگ احساس کردید بوی بدی از سمت اگزوز ماشینتون میاد، اولین کاری که میکنید باید این باشه که تشخیص بدید ماشینتون بدسوزی داره یا نداره. پس اگه ماشینتون بوی خامسوزی یا بوی دود داشت، تشریف میارید عقب ماشین، میشینید کنار اگزوز، انگشت مبارکتون رو بزنید داخل اگزوز، ببینید روی انگشتتون دوده جمع شده و انگشتتون سیاه شده یا نه. اگر انگشتتون سیاه شده بود مثل این، ماشینتون بدسوزی داره و باید ایراد رو تشخیص بدید. حالا چه قطعاتی ممکنه ایراد داشته باشن در ادامه خدمتتون عرض میکنیم. دوستان این سوختی که وارد محفظه احتراق موتور ماشین ما میشه در از ترکیبی از یک واحد بنزین و 14.7 واحد هواست. به این نسبت 1:14.7 میگن نسبت استوک. پس هر جا شنیدید کسی گفت نسبت استوک، منظورش یک واحد بنزین در ازای 14 واحد هواست. ECU موتور یا همون کامپیوتر ماشین شما تمام سعی و تلاشش رو میکنه که در شرایط کاری مختلف موتور این نسبت برقرار باشه. وقتی راننده ماشین رو استارت میزنه و شروع به حرکت میکنه، چون که پدال گاز رو فشار میده، یک حجم هواهای متفاوتی رو وارد موتور میکنه. ECU باید بیاد با استفاده از اطلاعات چند تا سنسور تشخیص بده چه میزان هوایی وارد موتور شده و بیاد به همون نسبت هوایی که داره وارد موتور میشه بنزین رو کم و زیاد کنه روی سوزن انجکتورا. اولین قطعه ای که باعث میشه ماشین شما بدسوزی داشته باشه فشنگی آب ماشینه یا سنسور دمای مایع خنک کننده. این سنسور دمای مایع خنک کننده یا فشنگی آب اگر دما رو درست به ECU گزارش نده، ECU پاشش بنزینی رو که داره انجام میده مناسب اون بار موتور و دمای موتور نیست، یعنی بنزین زیاد میاد توی موتور، در نتیجه اون نسبت 1:14 به هم میخوره و باعث دود کردن ماشین میشه. پس اولین قطعه ای که میتونه باعث دود کردن ماشین شما بشه فشنگی دمای آب یا همون سنسور دمای مایع خنک کننده است. دوستان دومین عاملی که باعث میشه ماشینتون دود سیاه بکنه سنسور دریچه گازه. این سنسور که البته این مدل زیمنسیه، اینم مدل 405 ساژم. این سنسور رو ببینید، سنسور دریچه گاز. این سنسور دریچه گاز اگر ایراد داشته باشه، چه خودش خراب باشه چه توی مسیر سیمکشی، اگر سنسور دریچه گاز چه خودش خراب باشه چه مسیر سیمکشیش خراب باشه، یا اگر منفی و سیگنالش توی ECU قطع شده باشه، باعث میشه که ماشینتون دود مشکی کنه یا دود سیاه بکنه.
پس دومین علت شد سنسور دریچه گاز. سومین علتی که باعث میشه ماشینتون دود سیاه داشته باشه ایراد در عملکرد سنسور اکسیژن ماشین شماست. روی منیفول اگزوز دو تا دونه قطعه دارید که بهشون میگن سنسور اکسیژن. البته بعضی از ماشین ها تک سنسورن، ماشین های یورو و یورو 4 دو تا دونه سنسور اکسیژن دارن، یه دونه قبل از کاتالیزور دارن که بهش میگن سنسور اکسیژن بالا، یه دونه بعد از کاتالیزور دارن که بهش میگن سنسور اکسیژن پایین. ایراد در عملکرد سنسور اکسیژن بالا باعث میشه که پاشش سوخت بالا بره، اون نسبت 1:14 به هم بخوره و ماشینتون دود مشکی بکنه. اگر ماشینتون دود سیاه کرد و چراغ چک ماشینتون هم روشن شده بود، احتمالاً سنسور اکسیژن ماشینتون ایراد داره و باید دستگاه بزنید اول. اگر خطای اکسیژن داشت نسبت به تعویض اکسیژن اقدام کنید. خب دوستان، تا اینجا سه قطعه یا سه سنسوری که عملکرد ضعیفشون باعث دود کردن ماشینتون میشه رو خدمتتون عرض کردیم. یعنی سنسور دمای مایع خنک کننده یا همون فشنگی آب، سنسور دریچه گاز، سنسورهای اکسیژن که روی منیفول بسته میشن، و اما قطعه مهم بعدی که باعث میشه ماشینتون دود سیاه داشته باشه سنسور فشار منیفوله. به این میگن مپ یا تی مپ. تی مپ در اصل میاد دما و فشار لحظه‌ای هوایی که وارد منیفول موتور میشه رو به ECU گزارش میده. اگر تی مپ ضعیف باشه یا خراب باشه یا عملکرد درستی نداشته باشه، اطلاعات فشار که باید روی ECU ارسال بشه مناسب ارسال نمیشه، فشار رو غیر واقعی به ECU گزارش میده، در نتیجه پاشش سوزنها بالا میاد و موتور ماشینتون دچار دود کردن میشه. در کنار این سنسور فشار منیفول، نشتی سوزن انژکتورها هم باعث میشه که بنزین زیاد وارد موتور بشه، در نتیجه اون نسبت 1:14 به هم بریزه و موتور ماشینتون دود کنه. حالا این قطعاتی که خدمتتون عرض کردم، خرابی هر کدومشون یک علائمی داره. توی ویدیو بعدی علائمش رو خدمتتون عرض میکنیم که راحت خودتون بتونید تشخیص بدید قطعه خراب کدومه. توی این ویدیو زمانش دیگه خیلی میشه، الان دوستان شاکی میشن. ممنون میشم ازتون اگر این ویدیوهای ما به نظرتون مفید هست، بفرستید برای دوستان تا هزینه های تعمیر موتورشون پایین بیاد، هزینه های خودروشون پایین بیاد و یک ماشین سرحال و ترتمیز همیشه زیر پاشون باشه. از اینکه با ما بودید ممنونم، خیلی متشکر، دمتون گرم.